درود بر شما بخش سوم از تاریخ کامل ایران نوشته دکتر عبدالله رازی رو آغاز می کنیم لطفا توجه داشته باشید که این کتاب در تاریخ 1343 توسط دکتر عبدالله رازی به چاپ رسیده است و تاریخ ایران را به طور کامل و بدون هر گونه سانسور و سوگرایی به رشته تحریر درآورده است در نتیجه آنان که میخواهند تاریخ کامل ایران را بدانند این کتاب برای آنها بهترین مرجع است. سایر کتاب هایی که اکنون در بازار وجود دارند و تحت عنوان تاریخ کامل ایران هستند همگی از درجه اعتبار ساقطند برای اینکه تاریخ ایران در همه آنها دچار دخل و تصرف و سانسور شده است. لطفا بخش های قبلی مربوط به تاریخ کامل ایران را ببینید. اما فصل سوم اشکانیان پس از فوت اسکندر ممالک مفتوحه بین سرداران او تقسیم گردید. پردیکاس به نیابت سلطنت آسیا انتخاب شد. آرهیده جانشین اسکندر در اروپا گردید. هر یک از ساتراب ها نصیب سرداری گشت. مصر را بطلمیوس، سوریه را لامادن، ماد را پیتن، کاپادوکیه را اومن، کلیکیه را انتگان متصرف گشتند. هند در ید حکرانان بومی و آذربایجان در دست آذرباد ساتراپ ایرانی باقی ماند و این قطعه ایران به نام او موسوم گردید. حکومت مرکزی وجود نداشت و سرداران دم از استقلال می زدن. پردیکاس خاص وحدت ممالک مفتوحه را نگه دارد ولی بطلمیوس او را در مصر شکست داد و به دست سربازان خیش کشته شد. اومن را آنتیگون در شوش مغلوب نمود، و خاص جانشین اسکندر گردد ولی سلکوس مانع از آن گردید و آنتگون با وجود مساعدت پسرش دمتریوس کاری از پیش نبرد و مغلوب شد و قسمت اعظم ممالک مفتوحه اسکندر در آسیا به دست سلکوس جانشین او افتاد آغاز تاریخ سلطنت سلوکیان از سنه 312 قبل از میلاد است پایتخت آنان در ابتدا بابل بعد سلوکیه و در آخر انتاکیه در شام گردید. روابط سلوکوس با حک فرمایان هند حسنه بود. قبل از اینکه به تاریخ اشکانیان بپردازیم لازم است بدین نکته اشاره شود که در مشرق ایران مملکتی تشکیل گردید که آن را یونان و باختر نامند. مؤسس آن دیودوتوس دوم در ابتدا سکه به نام آنتیوکوس دوم پادشاه سلوکی زد ولی چون دعوی استقلال کرد سکه را به نام خود نمود و حدود ممالکش از سقد تا مرف بود. در زمان آنتیوکوس دوم که از سنه 261 تا 242 قبل از میلاد سلطنت نمود ایالت پارت مستقل گردید. نام پارتین یا پرتو در کتیبه بیستون جز ایالات ایران برده شده و امروز جای شک نیست که اهالی آن آریایی نژاد بودند. اراش یا اشک در سنه 250 قبل از میلاد به مساعدت قبیله چادرنشین آپارنی که شعبه‌ای از قومه دهه بوده خود را از تحت حاکمیت سلوکیان مستخلص ساخت. گویند در جنگی که با باختران نمود کشته شد. پادشاهان اشکانی به احترام او کلمه اشک را بر نام خود افسودند. تیرداد اول پس از عشق اول برادرش تیرداد اول جانشین او گردید و ایالت هیرکانی یا گرگان و دارالملک آن زدراکارتا و استراباد را به تصرف خیش درآورد و با مساعدت دیودور دوم حکران یونان و باختر لشکر سلوکیان را شکست داده و استقلال پارت را مستحکم نمود خود را ملقب به شاهنشاه کرد و مبدا تاریخ پارت ها از همان زمان است یعنی 247 قبل از میلاد کلیه پادشاهان اشکانی نسبت خود را به سلسله هخامنشی رسانده و پدر عشق و تیرداد را فریاپیت پسر یکی از پادشاهان هخامنشی می دانستند. تیرداد به استقام قدرت خیش بکوشید و برای خود قصری نزدیک شهر ابیورد بنا کرد و آن را دارا نام نهاد ولی پایتخت او شهر هکاتمپیل یعنی شهر صددروازه دروازه بوده که خرابه آن در جنوب غربی دامغان مشهود است. اردوان اول این پادشاه در سال 214 به جای پدر نشست و در ابتدا شهر همدان را فتح کرد ولی بعد از آنتیوکوس سوم شکست خورده و پایتختش به دست سلوکیان افتاد و تا گرگان او را تعقیب کردند. آنتیوکوس که میدانست این غلبه موقتی است و در گرگان همکاری از پیش نبرد با اردوان معاهده بست و او را به سلطنت ایران بشناخت پس از مرگ اردوان پسرش فریاپیت سلطنت کرد و واقعی مهمی در زمان او رخ نداد فرهاد اول فراعات پسر فریاپیت است در زمان خیش مارد یا مردهای تپورستان که شامل تبرستان و مازندران بود را مطیع خود ساخت و آنان را وادار کرد ابواب بحر خزر را محافظت کنند مهرداد اول فرهاد مهرداد اول را که برادر او بود به جانشینی خیش معین کرد این پادشاه سی سال سلطنت نمود و دولت پارت را نهایت قدرت بخشید مرد را از باختریان بگرفت و ایالت ماد را از دست عمرای نیم مستقل آن مستخلص ساخت و دامنه فتوحات خود را تا ایلام، فارس و بابل رسانیده دمتریوس دوم پادشاه سلوکی را اسیر ساخت. فرهاد دوم فرهاد دوم پسر مهرداد اول است و برای اینکه آنتیوکوس هفتم پادشاه سلوکی را به جنگ داخلی مشغول سازد برادر او دمتریوس را که مرداد اسیر کرده بود رها ساخت تا مدعی سلطنت برادر گردد. سپس انتیاکوس را شکست فاحشی داد و حکف فرمای سلوکی در عرصه کارزار زخم کاری برداشت. فرهاد چندی بعد با طایفه سکاها که در افغانستان و سیستان تمرکز یافته بودند به جنگید و در حین کارزار یک فوج از عسرای یونانی به دشمن ملحق گردید. و به نتیجه فرهاد دوم شکست خورده کشته شد اردوان دوم اردوان دوم ام فرهاد است که در جنگ با اقوام یویچی کشته شد در همان اوان سکاها در قسمتی از ایران که امروز سیستان نامند اقامت گزیدند و قدرتی به دست آوردند مرداد دوم یا اشک نهم پسر اردوان دوم است که چون به تخت نشست دو نفر مدعی سلطنت او گشتند ولی مهرداد فتنه آنان را در سال اول سلطنت خیش فرو نشاند سپس آن پادشاه بزرگ اشکانی به توسعه مملکت خود پرداخته در سرحدات شرقی جنگ های نمایانی کرد و از طرف غرب مملکت خود را تا فرات و ارمنستان وسعت داد این نکته قابل ملاحظه است که در زمان این پادشاه روابط ایران با روم شروع شد در آسیای صغیر مهرداد ششم معروف به پادشاه پنت که نباید با مهرداد پادشاه اشکانی ایران اشتباه گردد تشکیل دولت مقتدری داده و راه رومیان را سد نمود و از سنه 90 تا 63 قبل از میلاد مردانه با آنان جنگید لیکن در آخر در نتیجه یاغیگری پسرش به وسیله غلامی خود را به هلاکت رسانید و کار به کام رومیان شد از طرف دیگر رومیان در سنه 64 قبل از میلاد آخرین متصرفات سلوکیان را در سوریه به تصرف خود درآوردند و قصد تسخیر ایران و هند را داشتند. در اینجا که خدمت اشکانیان به ایران و قابلیت پادشاهان آن بیش از پیش معلوم می شود چه پادشاهان این سلسله نه فقط ایران را از قید سلوکیان مستخلص ساخته و مجددا تشکیل دولت شاهنشاهی مختدری دادند بلکه در مقابل رومیان که دارای خوی سلحشوری بوده و لشکری منظم داشتند با کمال شجاعت و مردانگی ایستادگی کرده و در اغلب اوقات آنها را شکست داده وارد مستملکات آنها شدند سندروک یا سنتروک پس از مهرداد دوم مدتی تاج و تخت ایران بی پادشاه ماند تا اینکه در سنه 67 قبل از میلاد سرداری به نام سنتروک برادر فرهاد دوم یا پسر اشک دیاکیس خود را شاهنشاه خواند. در زمان اوتیکران پادشاه ارمنستان دارالملک آذربایجان را متصرف کشته نواحی فرات و دجله را به باد غارت داد. فرهاد سوم فرهاد سوم یا اشک یازدهم در سنه 69 قبل از میلاد بر جای پدر نشست و در هنگام مبارزه تیگران هوک فرمای ارمنستان با پمپه سردار مشهور رومی دخالت نمود و از جنگ آنان استفاده کرده بینون رهری را که پدرش از دست داده بود مجددا مطیع خود ساخت این پادشاه را پسرانش مرداد سوم و اورد اول در سنه شست مسموم ساختند مهداد سوم مهداد پسر فرهاد سوم چهار سال سلطنت کرد بیرحمی او باعث شد که اعیان و اشراف او را از سلطنت خل کردند و ارد پس از تسخیر بابل که مهداد برای خود حسنیمتین نموده بود وی را به قدر رسانید ارد اول معروف به اشک سیزدهم پس از عزل برادرش در سنه 55 میلادی بر تخت نشست و یکی از پادشاهان بزرگ اشکانی است. مهمترین واقعی که در زمان او رخ داد جنگ مشهور هران در ماورا نهر است که در سنه 53 قبل از میلاد واقع گشت. توضیح آنکه ابگار دوم امیر اسروان سردار رومی کراسوس را که یکی از رؤسای سگانه دولت روم بوده و فرمان روایی سوریا را داشته تشویق به جنگ با اورد نمود. پادشاه اشکانی عواقب وخیم جنگ را به کراسوس گوشزد نمود ولی سردار رومی از روی کبر و غرور جوابی داد که چاره جز جنگ نبود. اورد وارد ارمنستان گردید و سردار نامی خود سورنا را به جنگ کراسوس در بینون رهرین فرستاد و در جنگی که در جلگه های بین النهرین رخ داد سواران اشکانی که در تیراندازی نهایت مهارت داشتند به جنگ و گریز پرداخته و رومیان را در محل های بی آب و علف کشیده آنان را در زیر بارانی از تیر به هلاکت رساندند پسر قابل کراسوس موسوم به پوبلیوس کشته شد و چون سر او را بر سر نیزه نمودند سواران اشکانی بیش از پیش بر تحور خود افزوده ضربت های سختی بر رومیان وارد کردند. به روایتی در موقع مذاکرات اصلاحی کراسوس در میان حیاهو کشته شد. عاقبت بیش از بیست هزار رومی کشته و ده هزار اسیر را به مرو بردند و سر کراسوس را بریده برای ارود در ارتاکسانا در ارمنستان فرستادند. این جنگ برای رومیان گران تمام شد و انعکاس غریبی نمود و دانستن جنگیدن با دولت اشکانی کار سهلی نیست. گویند ارد تیزفون یا کتزیفون را پایتخت خود قرار داد و شکست رومیان او را در اندیشه حمله به سوریه انداخت ولی در لشکرکشی به انتاکیه سردار پارت به نام ازاک کشته شد. نه سال بعد پسر ارود موسوم به پاکر یا پاکروس جبران آن شکست را بنمود ولی در سنه سی و هشت پس از آنکه پاکر وارد بیت المقدس شد و آنتگین پسر اریستوبول را مرقب به شاه آن حدود کرد از ونتدیوس شکست خورده در سوریه شمالی کشته شد ارود از این پیش آمد متأثر شده در سنه سی و هفت سلطنت را به پسر دیگر خود فرهاد چهارم تفویز کرد فرهاد چهارم یا اشک چهاردهم برای اینکه در مقابل خود مدعی نداشته باشد برادران خیش را به قتل رسانید و پدرش را هم که او را ملامت می کرد در زیر بالش خفه کرد در زمان او آنتوان سردار رومی برای انتقام از شکست کراسوس قصد نواهی فرات را کرد چون از طرف ایرانیان در آن حدود مقاومت دید به طرف دارالملک آذربایجان که اکنون آن محل را تخت سلیمان نامند به شتافت ولی شکست سختی در آن حدود خورده مجبور به بازگشت گردید و پس از دادن تلفات بسیار و تحمل مسایب بیشمار خود را به سختی به ارمنستان رسانید باز هم از زمان این پادشاه در نتیجه کشمکش های ایران و روم ارمنستان در تحت حمایت ایران درآمد. چون آگوست امپراتور روم گردید برای ایجاد روابط حسنه بین دولتین کنیزک ایتالیایی مورانام را تقدیم فرهاد نمود و پادشاه اشکانی هم تحت تأثیر آن کنیزک چهار پسر خود را به روم فرستاد و قصد آن کنیزک این بود که تخت و تاج به پسر او فرهاد پنجم برسد و هم برای این مقصود فرهاد را مسموم ساخت فرهاد پنجم پسر فرهاد چهارم و کنیزک ایتالیایی است که تقریبا دو سال قبل از میلاد به مساعدت مادرش بر تخت نشست و با یکدیگر سلطنت کردند ولی دوره فرمانروایی آنها بیش از دو سال به طول نیانجامید و قاسبی به نام اوراد دوم بر تخت نشست اورد دوم چهار سال سلطنت کرد و در شکارگاه کشته شد در سال شش بعد از میلاد وانان اول این پادشاه که رومیان او را ونونس نامند پسر ارشد فرهاد چهارم است که در روم تربیت یافته بود و چون آشنا به اخلاق و آداب شرقیان نبود او را از سلطنت خل کرده اردوان سوم را پادشاه ساختند اردبان سوم در زمان اردبان تیرداد نامی به تحریک رومیان به مخالفت برخواسته و حتی داخل تیسفون گردید ولی در آخر اردبان به دفع او موفق شد همچنین اردوان قصد تسخیر ارمنستان که فرهاد پنجم به رومیان واگذار کرده بود نمود ولی از اجرای این مقصود ممانعت سخت به عمل آمد اردبان پس از سی سال سلطنت درگذشت. واردان پس از مرگ اردبان پسر او واردان حضور نداشت و گودرز یا گتارز غیبت او را غنیمت شمرده پای تخت را بگرفت ولی طولی نکشید که شکست خورده و واردان به جای پدر تکیه زد. گودرز برادر خود را از مواضعه که بر علیه او شده بود مستحزر ساخت و در مقابل این خدمت پادشاه اشکانی از تقصیر سابق او درگذشت. واردان در سنه 45 میلادی کشته شد. گودرز پس از برادر خود واردان بر تخت نشست و پادشاهی بود بیرحم. مهرداد نوه فرهاد چهارم را شکست داد و گوشهای او را ببرید تا دیگر پادشاه نگردد. پس از مرگ گودرز در سنه 51 میلادی وانان دوم یا که حکم فرمای آذربایجان را داشت پادشاه گشت و سلطنت او بیش از چند ماه طول نکشید. بلاش اول از سنه 51 تا 75 میلادی سلطنت نمود. در زمان او جنگ بین ایران و روم در گرفت. بلاش تیرداد را پادشاه ارمنستان کرد و کربولن از طرف نرون امپراتور روم ارتاکسا را بگرفت و خراب نمود در آن احوال بلاش مشغول امور داخلی و فرو شورش اهالی گرگان بود پس از انجام این امور به ارمنستان شتافت و بعد از کشمکش های زیاد چنین مقرر شد که تیرداد حکران و بدین طریق قدرت ایران از ارمنستان تا رود سند مسلم گردید پس از بلاش پادشاهانی به نام بلاش پاکر سوم و اردوان چهارم بر تخت نشستند و شاید هر یک از آنها در قطعی از ایران مستقلا حک فرمایی داشتند. خسرو وقوع جنگ های داخلی بین پادشاهان اشکانی تراجان امپراتور روم را در فکر انداخت که به ایران حمله نماید. خسرو که از سنه 107 میلادی بر تخت نشسته بود، خواست امپراتور را از این اقدام منصرف نماید و به همین سبب هدایایی برای او فرستاد و پیشنهادهایی کرد که مقبول نیفتاد بنابراین تراژان از دجله عبور نمود سلوکیه را بگرفت فتح این شهر اندیشه جهانگیری تراژان را تقویت کرده قصد آن نمود که دامنه فتوحات خود را مانند اسکندر تا هند رساند خسرو که از مقابل تراژان فرار اختیار کرده بود اهالی را به شورش تحریک کرد و با اینکه امپراتور روم پسر خسرو را رسما در تیسفون بر تخت نشاند سودی نبخشید و شورشیان تراژان را مجبور به عقب نشینی کردند تراژان در سنه 117 در کلکیه مرد و جانشین او آدرین دانست که تسخیر ایران با وجود ضعف دولت اشکانی کار سهلی نیست بنابراین در سنه 123 با خسرو صلح نمود و ایالت مفتوهه را مسترد داشت هفت سال بعد خسرو وفات کرد بلاش دوم بلاش دوم برادر بزرگتر خسرو بود و هجده سال سلطنت کرده است بلاش سوم از سنه 148 الى 194 میلادی سلطنت کرده و برادر خود پاکر را بر جای دست نشانده رومیان بر تخت ارمنستان نشاند ولی از رومیان شکست خورده سلوکیه تومه حریق گردید و قصر تیزفون خراب گشت و قسمت غربی بین و نهرین در دست رومیان افتاد بلاش چهارم پسر بلاش سوم است در زمان او مجددا جنگ بین ایران و روم در گرفت امپراتور روم سور هفتم نصیبین را دارالمهمات مهمات بزرگی نمود و لشکر رومی داخل تیزفون شده آن شهر را به باد غارت داد. شهر الخزر مقاومت سختی کرد و ماشین های جنگی رومیان را به وسیله آتش محترق ساخت. امپراتور روم مجبور گردید از تسخیر آن صرف نظر کند. بلاش چهارم در سنه 197 وفات نمود. بلاش پنجم و اردوان پنجم پس از بلاش چهارم بین دو پسران او بلاش پنجم و اردوان نزا در گرفت و سرانجام کشور ایران را بین خود تقسیم کردند و این اوضاع ضعف سلسله اشکانی را به خوبی میرساند در آن هنگام امپراتور روم کاراکالا به عنوان گرفتن دختر اردوان با لشکر زیادی به حدود ایران آمد پادشاه اشکانی که تصور نمینمود امپراتور روم در این موقع جنگ کند با عده کمی به خیمه او رفت ناگاه رومیان بر آنان حمله آوردند و بسیاری را بکشتند اردوان از آن محلکه خود را نجات داد و در صدد انتقام بود که خبر فوت کاراکالا و برقرار شدن امپراتوری ماکرینوس به وی رسید این امپراتور خاص با اردوان صلح نماید ولی چون پیشنهادهای اردوان قبول نگردید جنگ شروع شد اردوان رومیان را زیر دیوارهای نصیبین به سختی شکست داد و رومیان مجبور گردیدند با شرایط سنگینی صلح کنند با همه این احوال آفتاب اقبال اشکانیان رو به زوال بود و در زمان اردوان سلسله اشکانی منقرض گردید و اردشیر بابکان چنان که شرحش خواهد آمد تشکیل سلسله جدیدی به نام ساسانیان داد جهانداری اشکانیان تشکیلات، مذهب و صنایع دوره اشکانی چنان که گفتیم سلسله اشکانی از یک طرف ایران را از غید سلوکیان نجات داد و از طرف دیگر سالهای دراز با رومیان جنگیده مانع پیشرفت آنان در ممالک شرقی گردیده و راه را برای سلاطین ساسانی باز کردند. از این حیث سلسله اشکانی یکی از سلسله های مختدر ایران باستان است. با اقتدار فراوانی که پادشاهان اشکانی در ممالک خود داشتند دو موضوع را باید در نظر گرفت. یکی آنکه که فرمایان بعضی از ایالات ایران نیمه استقلالی از خود داشته یعنی در اداره کردن امور داخلی خود تقریبا آزاد بودند و فقط در مجلس انتخاب شاهنشاه جدید حاضر گردیده و در موقع جنگ با دشمن او را کمک می دیگر آنکه شاهان اشکانی دارای دو مجلس مشورت بودند مرکب از شاهزادگان و اعیان درجه اول و روحانیون و از این جهت مخصوصا به واسطه نفوذی که مجلس اعیان در امور دولتی داشته نمی توان گفت شاهان اشکانی دارای حکومت مطلقه بودند. اما مذهب پادشاهان آن سلسله ترکیبی بوده است از مذهب آریایی های باستانی و آین زرتشتی و عبادت مهر و پرستش بعضی از ارباب انواع یونانی. از این رو آین اشکانیان به بیالایشی اعتقادات پادشاهان هخامنشی نبوده ولی در هر حال پادشاهان اشکانی مذهب سایرین را محترم می داشتن و در پیشرفت سایر مذاهب به دیده بغز نمی نگریستند. از قرار معلوم یکی از پادشاهان اشکانی که بعضی بلاش اول و برخی بلاش سوم نوشتهاند در صدد جمع آوری جزوه های متفرق اوستا برآمد ولی تا چه اندازه به این امر موفق شد معلوم نیست در ایام اشکانیان اجرای مراسم مذهبی به دست مغان بوده و در قطعه فارس حکم فرمایان نیم مستقل آین مزدیسنی را ترویج می نمودند. صنایع دوره اشکانیان نسبت به دوره حخامنشیها چندان قابل توجه نیست و از آثاری که با آن دوره منصوب داشتند یکی خرابه قصر هاتراس در ساحل دجله که در میان محوته بوده و دو قلعه محکم داشته و دیوار عظیمی آن را احاطه می کرده است چنان که گذشت تراژان و سور هفتم نتوانستند آن را فتح کنند این بنا اساسا اثر ذوق ایرانی است ولی آثار رومی در طرز ساخت سخف ها و گچبریها ها مشهود است. بالای قصر پادشاه گنبدی افراشته بودند و با یاقوت هایی که در زمینه آن با طلا صورت ارباب انواع نقش شده تاق مقعر اندرونی را تزئین و دیوار اطراف را با پارچه های زرنگار مزین کرده بودند. تمثال سر انسان در سقف و ستونها مشاهده میشد. فل جمله قصر الحذر دیده از زیبایی خیره می نمود و سقف آن رمز آسمان لاجوردی و ستارگان بود. دیگر از آثار آن دوره دخمه ورکاست که اشکانیان اموات خود را در آنجا دفن می کردن. در این دخمه تابوتی یافت شده است از سنگ یک پارچه که روی آن به طبقات معینی تقسیم شده و در هر طبقه آن صورت انسانی حجاری شده است. در کنگاور خرابه معبدی از زمان اشکانیان کشف شده و در همدان معبدی بوده به نام معبد ناهید که رومیان هم در آنجا قربانی می کردند. راجع به حجاری زمان اشکانیان قبلا اشاره به تابوت سنگی دخمی ورکا شد گودرز به یادگار فتحی که کرده و بر مهرداد و کاسبوس فائق آمده حجاری در بیستون از خود به یادگار گذاشته است در این مجلس شاه بر اسب سوار و نیزه بر دست دارد همچنین در آنجا کتیبه‌ای به زبان یونانی مشاهده می شود. از مسکوکات اشکانیان بهتر می توان فن حکاکی آن عهد را دانست این مسکوکات به طرز درخم یا درهم سوریه ساخته شده و روی آن سر پادشاه است و نقوش طرف دیگر مختلف است در زمان اولین پادشاهان اشکانی تصویر اشک اول موسسه آن سلسله را نقش می‌کردند که لباس نظامی در بر و کمانی در دست داشته سپس تصویر مهرداد اول را که به درجه الوهیت می‌پرستیدند نقش نمودند همچنین عکس فیل سر گوز یا اسب در ظهر بعضی مسکوکات مشاهده می شود. اشکانیان اساسا مخالف با زبان آداب و مراسم ملل مختلفه نبوده و حتی درباریان و شاهزادگان زبان یونانی دانسته با آن تکلم می کردند و در دربار نمایش های یونانی می دادند ولی زبان اصلی آنها آریایی است و با زبان پهلوی که در عهد ساسانیان متداول بوده چندان فرق نداشته است اگرچه خط میخی در ایام حکرانی این سلسله از بین نرفت ولی معمول آن دوره خط سریانی بوده که با آن کلمات پهلوی را می نوشتند. در بعضی از مسکوکات خط یونانی مشاهده می شود و چنان که گفتیم کتیبه بیستون که از گودرز باقی است به خطوط یونانی است. در زمان اشکانیان ایران آباد و تجارت رونق عظیمی داشته مال و تجاره از طرف مغرب یعنی سوریه و فنیفیه از راه ایران به هندوچین حمل میشد. آبادی پالمیر در سوریه بیشتر به واسطه مال و تجاره خروجی آن بوده که از طرف ایران به سایر نقاط شرق حمل می شده است. پایان فصل سوم دوره اشکانیان فصل بعدی را که درباره ساسانیان است از دست ندهید. لطفا این ویدیو را لایک کرده و با سایر هموطنان خود به اشتراک بگذارید. از اینکه در کنار ما هستید سپاس.